بلافاصله برم سراغ پرسش و پاسخ و فقط یه چیز کوتاه. میخوام اولا تاکید کنم که من مموری الوکیشن رو میخوام هایرارکیکال کنم، یه مقدار هزینه تو مموری الوکیشن میدم روی فانکشن کالاش فقط، ولی به دیباگ کردنم خیلی کمک میکنه، به منیج کردن مموری، به اینکه تشخیص بدم کجای کدم داره چقدر مموری مصرف میکنه خیلی کمک میکنه. یه کار دیگه ای که من اصلا تو انجینم نمیخوام بکنم استفاده از متغیرهای گلوبال و استاتیک و این چیزاست، اصلا نمیخوام این کارو بکنم. به خاطر همینم هم هستش که آبجکت هامو اکسپلیسیت میسازم، آبجکت های سینگل تون هم و غیره رو، حالا خواهید دید که سینگل تون رو چجوری پیاده میکنم، ولی لایف تایم هاشون رو خیلی اکسپلیسیت منیج میکنم، خیلی اکسپلیسیت، یعنی لایف تایم هم خیلی راحت اینجا این متغیر لایف تایمش از اینجا شروع میشه این انجین مثلا و اینجا هم تموم میشه و لایف تایم این کوتاه‌تر از لایف تایم اینه، چون اینم لایف تایمش اینجا شروع میشه و همینجا تموم میشه، اینجا دراکولات بسته تموم میشه، ولی اول انجین دستراکت میشه بعد روت الوکیتور دستراکت میشه مثلا، بعدش سی اف جی دستراکت میشه. آبجکت های اتوماتیک لایف تایمشون کاملا مشخصه، قبل از مین من کاری نمی کنم، بعد از مینم کاری نمی کنم، هر اتفاقی میخواد بیفته تو مین میفته، تازه این ممکنه مینم نباشه، چون من حالا به هر حال ممکن از همین اکزیکیوتیبل بخوام استفاده کنم برای یه سری به عنوان یه سری تول و اینا، یعنی این مینم ممکن چند جهت مختلف بگیره، بره گیم رو ران کنه یا بره فلان تول ران کنه یا بره یه کار دیگه انجام بده. به هر حال پس استاتیک گلوبال این چیزا اصلا نداریم، سینگل تون رو در مورد اینکه چجوری پیاده میکنم صحبت میکنم توی که از جلسه آینده هر وقت لازم شد. سینگل تون هم لایف تایم منیج نمیکنن اصلا، فقط به عنوان اکسس استفاده میکنم از سینگل تون. اون پترن دارم در مورد پترن سینگل تون دارم صحبت میکنم و در مورد معنی لغوی سینگل تون صحبت نمیکنم. آره خلاصه کار اصلی که سینگل تون رو گاهی وقتا انجام میدم برای راحتی لایف تایم منیج کردنه، که من تا حالا هیچ راه خوبی پیدا نکردم که با اون پترن های سینگل تون بشه لایف تایم رو درست منیج کرد. باید لایف تایم منیج کردن اکسپلیسیت کاملا باشه، اوردر رو تو بتونی درست رعایت کنی، دیپندنسی ها رو بتونی رعایت کنی. به خاطر همین اصلا من از اون سینگل تون های عادی استفاده نمی کنم که آبجکت رو آن اکسس میسازن و یه موقعی هم شاید دستروی کنن یا نکنن یا هر چی، ولی یاد لیکش حتی بکنم، این کارا رو من نمیخوام بکنم. ولی سینگلتون به عنوان پوینت آف اکسس، به عنوانی که تو چیز تو آسمون پرستاره بتونی یکی از این آبجکتاتو پیدا کنی، به عنوانی که دستتو دراز کنی یه انجین بگیری، این کارو سینگلتون این کار کارو به درد بخوریه و اینو پیاده سازی خواهم کرد فکر میکنم، حداقل ابزارشو میذارم، حالا شو نمیدونم چقدر ازش استفاده بکنم. دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه. این سیستم مموری الوکیشنمون هنوز خیلی کار داره، مخصوصا تو قسمت، یعنی به طور خاص تو قسمت اکاونتینگ و ارور هندلینگ و دیباگ کردن و این چیزا. اکاونتینگ درست معلوم ندارم، مثلا اینکه کی داره چقدر الوکیت میکنه از این چیزا. تریکینگ درست هنوز ندارم برای دیباگ کردن، البته اینکه کدوم فانکشن چقدر الوکیت کرد کدوم ساب سیستم، ولی به هر حال نیماشون هنوز پیاده نکردم این نیما. حالا اینا فیچرهایی که کم کم هر وقت لازم داشتم، هر قسمتش رو لازم داشتم پیاده میکنم. یه سری الوکیتورهای اسپیشالایزد بازم تاکید میکنم که خواهم نوشت، مثلا پول الوکیتور. پول الوکیتوریه که آبجکت هایی با سایز مساوی الوکیت میکنه، حالا یا یه مجموعه سایز مشخص الوکیت میکنه و این کار رو انگار از توی آرای داره انجام میده دیگه، یه آرای یه جاییشو. و پول الوکیشن به طرز عجیبی، به طرز عجیب نه، به طرز جالبی، به طرز خوبی، به طرز به درد بخوری سریعه و فرگمنتیشن هم نداره. خاصیتش اینه که هیچ قسمت از اون پوله نیستش که بی استفاده بمونه. در مورد فرگمنتیشن مموری میتونید برید مطالعه کنید، من شاید خیلی در موردش توضیح ندم. در مورد فرگمنتیشن من کار اکسپلیسیتی نمی کنم، یعنی الوکیتورم برای فرگمنتیشن کاری نمی کنه. بعضی از گیم انجین ها مموری رو دیفرگ میکنن، همونجوری که هارد دیسک رو میشه دیفرگ کرد، دیتا رو جابجا میکنن تو حافظه. این کارا رو من احتمالاً نخواهم کرد، یعنی احتمالاً که قطعاً نخواهم کرد، به خاطر اینکه اولاً بازی با کوچیک و ساده است، دومن با کنسول فعلا طرف نیستیم. کنسول هم بر فرض اگه طرف بودیم، کنسولای نسل فعلی حافظه زیاد دارن، خیلی بیشتر از اون چیزی که ما لازم داشته باشیم دارن، ضمن اینکه با دیسیپلین و اینا شاید بشه. فکر می‌کنم مشکل حافظه نداشته باشیم، حالا امیدوارم، تو همیشه آدم فکر می‌کنه مشکل حافظه نداره و همیشه مشکل حافظه داره، ولی به هر حال نمی‌دونم. با این ساختار الوکیتورها حداقل اینکه آخر پروژه یه دفعه مجبور نمواد بشم برگردم و همه چی رو به هم بریزم و مموری الوکیشن رو مثلا اینسترومنت کنم یا بررسی کنم یا دوباره یه کاری براش بکنم،
بعد با جابجا کردن 4 تا الوکیتور و 4 تا پوینتر بتونم عوض کنم، مثلا مموری رو دیباگ کنم یا هر چی. اون بحث فرگمنت کردن و دیفرگ کردن تو حافظه که گفتم، جابجا کردن آبجکت ها تو حافظه بدون اینکه آب از آب تو دل کسی تکون بخوره، اون ریکوایرمنت های خودشو داره. مثلا اینکه از پوینتر نباید استفاده کنیم، از آفست یا ایندکس باید استفاده کنیم به جای پوینتر، ولی خب اونا رو حالا اگر موردش پیش اومد در موردش بیشتر صحبت میکنم. خیلی خب، اینم از توضیح های اضافی. چون آیدی نیست با من الان، طبیعتا من نمیتونم تصور کنم که چه سوالی ممکنه پیش بیاد، یا نماینده از قسمت سمت یوزرها نیست الان اینجا. سوالایی یکی چند تایی سوال با ایمیل و اینا به دست من رسیده، ولی خب سوال خوبه درد بخوری نیست، ارزشی ندارن در واقع، سوال مسخره است. ایمیل رو اسپم هم کردن یه عده‌ای از دوستان، لطف کردن و تبلیغات برام فرستادن، تبلیغات تارگت شده یعنی برای من فرستادن، که ازشون ممنونم واقعا. ایمیل رو دوباره من اعلام میکنم، نه ایمیل blacknot هست، blacknot@gmx.com این ایمیلمونه. یه آهارستی یه سری یه کارایی من کردم که بد نیست، یکی رو گیتاب، زندگیمون اینجاست، گیتاب /yzt/blacknot. خب، و یه پیج مانندی درست کردم yzt.github.io. فایلای blacknot رو، ویدیوهای blacknot رو من توی سایت مگا هم آپلود دارم میکنم، mega.co.nz نیوزیلند. این پروژه kim.com دیگه، بعد از مگا آپلود که تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و چیز شد، این سرویسش رو توی نیوزیلند رو انداخته. حجمی که میده کافیه، 50 گیگابایت حجم فری میده، برای همین امیدوارم که برای ویدیوهامون کافی باشه. الان ویدیوهای من، این 8 تا ویدیویی که این الان ویدیو 9 میشه، ولی این 8 تا قبلی در مجموع مثلا چقدر بود؟ 4 گیگ اینا بود. تقریبا ساعتی 250 مگ ویدیوهای من. الان 15 ساعت با FAQ شد، با Q&A شده. به هر حال امیدوارم که اینجا تو این 50 گیگ جا بشه، اگر نشه اون آخرش فکر واسش میکنم، ولی به هر حال فایل‌ها رو اینجا هم کم کم آپلود میکنم. نمیدونم حالا اول رو یوتیوب آپلود میکنم یا اینجا، ولی اینم جزو آدرس‌های به درد بخورمونه. بعد آدرس گیت هابمونم که آدرس گیت هابمون بود، آدرس پلیلیست یوتیوب هم اگر براتون جالب باشه اینجاست. خب یورلش به در کسی نمیخوره خداتو، نه این هم یوتیوبمون. حالا تا این وقتی که شما میتونید این کدو کامیت میکنم، implemented بس این رو از ریچز بیارم کنار. هدف اینه که اون یورل رو کسی لازم داره ببینه. implemented و کامیت هم انجام بشتیم. implemented basic allocators. and started the engine. خب تگ 08 میخوره این، بذار ویدیو رو قطع کنم، خداحافظ.